Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda. Vessalatu vesselamu ala man la nebiye ba'da. Amma ba'du. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kitab-ı şerhi ise asıl ve delil hoy on. Ve delili khauf. Yani tars. Fermude-i üte alast. Pas agar iman dored az onha ne tersed. Ve az man bitersed. Ve delili raca. Yani ümit. Fermude-i üte alast. Pas her ki به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. خوف انفعال است که وقتی به وجود می آید که چیز اتفاق بیفتد که در آن ترس از کشته شدن یا ضرر یا اذیت وجود دارد. الله سبحانه و تعالی نهی کرده است که از اولیای شیطان ترسیده شود و امر کرده است که فقط از او بترسند. خوف سه نوع است. نوع یکم خوف عبادت و تعظیم و سر. نوع دوم خوف طبیعی. نوع سوم خوف حرام. نوع یکم این همان خوف عبید و معبود است و در آن ذلت و خضوع و تعظیم معبود وجود دارد. این نوع خوف از الله واجب بوده و صرف آن برای غیر الله شرک اکبر است. نوع دوم مثل این که انسان از آتش، دشمن، حیوان درنده و غیرها می ترسد و این نوع خوف مباح است. نوع سوم مانند ناامید شدن از رحمت الله یا اطاعت مخلوق در کاری که نافرمانی از الله است. رجا یعنی امید. طمع انسان به چیزی که به زودی فرا خواهد رسید و احیانا ممکن است دیرتر فرا رسد، اما آن را در جایگاه امر قرار دهد که به زودی فرا خواهد رسید و رجا در برگرنده ذلت و خضوع است و این فقط برای الله سبحانه و تعالی می باشد و صرف آن برای غیر الله سبحانه و تعالی شرک اکبر است و رجای پسندیده نمی باشد مگر برای شخصی که الله را طاعت نموده و ثواب آن را امید میکند یا از معصیتش توبه نموده و قبول توبهش را امید میکند و اما امیدی به عمل پس آن مغرور شدن و تمنای ناپسند است.